مبارزه تاریخی ایوندر هالیفیلد در مقابل مایک تایسون که واقعا دیگه منو کچل کرده بودی که این مبارزه رو براتون گزارش بکنم امروز فرار رسید. اون روز مهم مایک تایسون در مقابل ایوندر هالیفیلد مستند کامل مایک تایسون رو براتون در همین کانال گذاشتیم. خیلی هم استقبال کردین ازش ممنونم. دوستانی که ندیدن میتونن برن ببینن. یک ساعت و خورده یه تک فقط در مورد تایسون و مستندش صحبت کردیم با تصاویر و کل مبارزاتش اینجا در مقابل ایوندر هالیفیلد قرار گرفته راند اول همون اول پانچای آهنی خودش رو شروع میکنه مایک تایسون به زدن و میبینید چقدر ایوندر هالیفیلد باهوشه و با کلینچ مهار میکنه ضربات مایک تایسون و مایک تایسون شروع میکنه به ضرباتی که بره برای ناکاوتی ناک تایسون هیچ وقت دوست نداشت که امتیازی ببره فقط میخواست ناکاوت بکنه با چرخش هایی که میکرد و ضربه که میزد در برگشت ببینید چقدر ایوندر هالیفیلد هم ضربه رو قشنگ میزنه هم خوب کلینچش میکنه یا از مایک تایسون و جاخالی عالی از ایوندر هالیفیلد و باز کلینچ ببینید چقدر قشنگ ضربات محکمی رو به هم میزنن هوک چپ هوک راست دوباره هوک چپ از هر جفت فایترها آپرکاتش نمیخوره هالیفیلد و باز دوباره همدیگه رو کلینچ میکنن اینجا دوتا فایتر در اوج آمادگی خودشونن انتهای بکس دنیا این زمان بود همین مبارزه ای که دارین نگاه میکنید چقدر قشنگ اینجا شروع کرد به ضربه زدن مایک تایسون و با اینکه راند اول تمام شده بود باز داشت ادامه میداد به ضربه زدن برای همین مایک تایسون چند تا ضربه رو به صورت فیلد زد و حالی فیلد هم ول نکرد و چند ضربه زد راند دوم با کلینچ آغاز میشه و مایک تایسونی که حمله میکنه به ایوندر هالیفیلد برای اینکه ناک بکنه ولی هالیفیلد میره برای اینکه کلینچ رو انجام بده بادی پانچ محکم و در برگشت ضربه میزنه چقدر قشنگ بدر کار میکنه و میره تو اصاب مایک تایسون به یه روش دیگه ای با مایک تایسون مبارزه میکنه کلینچ میکنه میارتش گوشه رینگ ضربه های خوبی رو میزنه به سر صورت مایک تایسون و مایک تایسون که این چپاش همه رو مینداخت دفاع میکنه هالیفیلد اجازه نمیده که بتونه ناکاوتش بکنه سرعت مبارزه انقدر بالاست که اصلا نمیشه گزارشش کرد صحنه سر رو با هم مشاهده میکنید اینجا جا خالیه عالی بود که ایوندر هالیفیلد انجام داد و یه لفت که عالی به صورت مایک تایسون زد و در برگشت چقدر قشنگ مایک تایسون جا خالی میده و لفت هو که هوک خودش رو میزنه و دفاع میکنه ایوندر هالی فیلد باز دوباره در راندهای بالاتر همین اتفاق میفته که در کلینچ همدیگه رو میگیرن و ضربات ریزی رو به همدیگه میزنند ایوندر هالیفیلد اینجا قلق مایک تایسون اومده بود دستش و کلا میتونیم بگیم که گربه سیاه مایک تایسون همین ایوندر هالیفیلده که در سالهای آخر مایک تایسون روبروی مایک تایسون قرار گرفت و مشکل ایجاد میکرد برای مایک تایسون همونطور که مشاهده میکنید قبل از این باید اون مستند رو حتما ببینید که چه جوری میزد همه رو مایک تایسون درو میکرد و چه اتفاقاتی افتاد که مثل اوایلش انفجاری کار نمیکرد و همه رو سری ناکاوت نمیکرد در اون مستند کامل بررسی شده ولی اینجا به هر حال فایتی که دارید میبینید فایت دو استوره است دو بزرگ بوکس و سطح بالای بالای بوکس رو داریم مشاهده میکنید ایوندر حالی به گوشه رینگ مایک تایسون و در مایه کلینچ ادامه میدن فایت رو هم دیگر کلینچ میکنن زربایی ریزی به هم میزنن و مایک تایسونی که اصاب نداره اومده که فقط ناکاوت بکنه اما اسیرش شده راندای بالا که میره اصولا گرفتار میشه مایک تایسون راند پایینی همه رو میزد ناکاوت میکرد اینجا مربیان باید صحبت میکنن چه دیگه ها نیست که باید صحبت بکنه رونی نیست که باید صحبت بکنه مربیای قدیمش که بی‌نظیر بودن و مربیاش عوض شده ای وندر هالیفیلد با کولهای گنده خودش دوباره در راند بالا مبارزه آغاز میشه باز کلینچ میکنه راند پنجم بادی پانچ پانچای عالی میزنه به مایک تایسون چه قشنگ به مایک تایسون همین جیل فوک عالی رو زد آپرکات بی مایک تایسون که نخوابید اونجوری تو صورت هالیفیلد این آپرکاتاش بخوره بر کسی در جا میندازه چقدر قشنگ بازی اوورهند عالی رو میزنه به صورت ایوندر هالیفی چرخش هایی که میکرد روتیشن که داشت مایک تایسون بی نظیر بود نداریم در تاریخ نداریم و نداشتیم و تا الان هم میتونیم بگیم نخواهیم داشت اینطور که داره پیش میره سنگین وزن الان تایسون فیوری فقط مقایسهش کنید با تایسون این زمان و هالیفیلد این زمان واقعا بوکس برای این زمان بود همینی که داریم الان مشاهده میکنید راند ششم چقدر زیبا باز اوبرهند عالی رو میزنه مایک تایسون و باز کلینچ از ایوندر هالیفیلد هالیفیلد شروع میکنه به ضربات عالی رو در برگشت زدن اینجا ضربه بعدیشو مایک تایسون رد میکنه و کلینچش میکنه چند تا ضربه روی میزنه بادی پانچ عالی مایک تایسونی که اسیر ایوندر هالیفیلد شده اما رو به عقب نمیره میاد رو به جلو کار میکنه یونیت رو میزنه اینجا ناکدام میشه اینجا ناکدام میشه با یه آپرکات ریز عالی که ایوندر هالیفیلد زد و اصلا باورش نمیشه که این اتفاق افتاده سری بلند میشه و ادامه میده به مبارزه در صورتی که اصولا کسی که ناکاوت شده یه ذره به عقبتر میره تا شو حواسش بیاد سر جاش ولی تایسون دوباره شروع میکنه حمله کردن و ضربه های پی و پی زدن و راند هم تموم شده اصلا متوجه نشده داشت ضربه هاشو میزد که دیگه داور اومد جدا کرد ابروشم هم خونی شده میریم برای که راند بالاتر رو مشاهده کنید ببینید صحنه های رو صحنه های رو ببینید اینجا پرکات میزنه و میندازه زمین مایک تایسون رو راند هفتم مایک تایسون تا اینجا باخته چون یک ناکداونی داده دیگه هر چی داره بعد رو, رو کنه شروع میکنه به جلو اومدن به سمت هالیفیلد و هالیفیلد همون سیاست خودش رو در پیش میگیره ضربه میزنه و کلینچ میکنه تایسون ضربات رو تا میخواد شروع کنه به صورت کامبینیشن زدن کلینچ ایوندر هالیفیلد شروع میشه هالیفیلد خوب این بازی رو منیج و مدیریت کرد مایک تایسون با ضربه محکم رایت پانچش رو زد که ناکات بکنه برای هالیفیلد انگار نه انگار باز کلینچ اینجا میگه با کله زد به صورت من بینید با کله ایوندر هالیفیلد زد ابروشو پاره کرد ابرو مایک تایسون اشنگ در صحنه مشخص بود این اتفاقی که افتاد و حق با تایسون بینید با کله اینجا هم تایسون کله زد میبینید اینجا کله مایک تایسون بود که خورد به هالیفیلد و خیلی اعتقاد داشت مایک تایسون که هالیفیلد این کار رو زیاد انجام میده و خیلی تو مخش رفته بود این حرکت کله زدن ایوندر هالیفیلد و خوردن کله مایک تایسون به ابرو اون دوباره مبارزه ادامه پیدا میکنه در مایه کلینچ یه ضربه رو میزنه ایوندر هالیفیلد و کلینچ میکنه با ضربه یه بادی پانش کامبینیشن عالی از مایک تایسون دو تا فایتر رو برو هم قرار گرفتن ضربه های آلی رو دارن به همدیگه میزنن و ایوندر هالیفیلد که <applause> کلینچ میکنه رایت پانچ آلی از مایک تایسون و پشت سر هم از اونور هالیفیلد هم میزنه دوتا فایتر خوب کار میکنن هر جفتشون ضربات آلی رو به هم میزنن دفاع خوب میکنن ولی بله خب ایوندر هالیفیلد با اصابی آروم تر این کار رو داره انجام میده و تایسون با اعصاب خورد و ناراحت از اینکه یک دونه ناکدانی هم داده راند نهم راندهای های بالا فایترها خسته میشن ولی نگاه کنین دوتا فایتر عین سبک وز دارن با هم میجنگن بکس برای اون زمان بود واقعا سطح بکس رو مقایسه بکنید با الان دوتا اجدار رو به رو هم قرار گرفتن دوتا فایتر عالی دوتا قدرتمند اومدن برای ناکات کردن حریفشون ضربه هایی که میزنن رو مقایسه کنید آپرکات های عالی بادی پانچ های عالی چقدر قشنگ روتیشن میکنه و کمر رو میچرخونه جاخالی های بی که مایک تایسون میده و در برگشت زربای خوبی که میزنه و ایوندر هالیفیلد که نمیفته سالی های آخره راند رو ران هم مشاهده کنید با هم و تمام و تمام میریم برای راند دهم ده مایک تایسونی که دیگه هرچی داره بعد رو کنه چون یه ناکدانی داده امتیاز و دست هالیفیلده نباید بذارید دو تا به نفع حالی فیلد بره و فیلدی هم که ول نمیکنه اونم ضربه داره میزنه با اینکه دفاع میکنه بیشتر اما ضربه رو میزنه مایک تایسون خسته شده حالی فیلد هم که تا مشت میزنه یا ضربه ای می میزنه یا, می یا تایسون نزدیکش میشه که میگیره با کلش هم میاره جلو و آپرکات عالی که اینجا مایک تایسون زد باز دوباره تا میخواد شروع کنه بیاد داخل مایک تایسون کلینچش میکنه یه ضربه محکم دیگه به صورت مایک تایسون میزنه اینجا هالی فیلد باز دوباره رایت پانچه. دیگه گیج میشه مایک تایسون ببینید چقدر ضربه عالی رو زده مایک تایسون گیج گیج و ضربات پیاپی ایون در هالی فیلد به سر و صورت مایک تایسون مایک آهنین مایک آهنین و ران تموم میشه چه شانسی میاره ببینید چه ضربه های پیاپی رو زد و اینجا گیج گیج کرد مایک تایسون رو چند تا ضربه دیگه میزد مایک تایسون افتاده بود اینجا بود که سکندری زد مایک تایسون چقدر قشنگ تونست تعادل خودش رو حفظ کنه نیفته چقدر قشنگ در سطح بالا هر کی بود دیگه بود الان افتاده بود زمین و ناک نمیده قرص محکم وای میسته و شانس هم میاره که راند تموم میشه در راندهای بعدی راند 11 ببینید چه اتفاقی میفته ایمان در حالی که میدونه مایک تایسون گیج شده این بار حالی شروع میکنه هم بهتر و ضربه های پیاپی و, پی و, پی و به سر و صورت مایک تایسون زدن تایسون اینجا اسیر و گرفتار حالی فیل شده و تموم میکنه مبارزه رو داور تموم میکنه مبارزه رو داور و ایوندر در حالی فیل پیروز این مبارزه میشه از کی؟ از مایک تایسون مایک آهنی از دینامیت مایک تایسونی که باورش نمیشه مبارزه رو واگذار کرده یک عمر برده یک عمر برده مستندش رو حتما ببینید چه اتفاقی براش اینجا افتاد ببینید یه هوک خورد یه آپرکات یه هوک دیگه و اینجا ولش نکرد ضربه های پراپی که داشت به سر و صورتش میزد و داور تموم میکنه این مبارزه رو به سود ایوندر هالیفید آپرکات اینجا این رایت پانچ وحشتناک رو اومد بزنه که داور کشیدش عقب چون گاردش پایین بود کاری هم نمیتونست بکنه گیج گیج شده بود ولی دمش گرم که زمین نیفتاد ناکاوت نشد زمین نیفتاد ولی خب دیگه مبارزه تموم شد و به نفع هالیفیلد پیروز این مبارزه شد این هم مبارزه ایوندر هالیفیلد و مایک تایسون که مبارزه تاریخی بی بود و بعد از این هم با هم مبارزه کردن اون رو هم براتون خواهیم گذاشت دوستان عزیزم مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین از پلیلیستا ها غافل نشید پلیلیستا کلی داستان های مختلف داره بوکس داره کشتی داره فایت های مختلف داره فایت های عجیب غریب داره فایت های فان داره مستند فایتر ها رو داره منتخب فایت ها رو داره خیلی چیزا داره بعد برید داخلش ببینید لطفا برو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله هم بزنید که من هر ویدیو گذاشتم بتونید ببینید اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده مرسی از انرژی خفن همتون برین ویدیو ببینید مرسی از اینکه ما دنبال کردین متشکرم خدا نگهدار